گپ کرده اوکی. بعد بدونید اسکیج چقدر کانکیو باشه که برای این مناسبت هر چی کانکیو اسکیجتون صاف‌تر باشه و به میل به بیرون رفتن داشته باشه اینجوری تر باشه برای رایز کردن و دیگه میره سمت لانگ بورد هر چی میاد کانکیوتون های تر میشه و اینطوری توش بولتر میشه میاد سمت تکنیکال بازی کردن اوکی. این هم پس بدونید هر کدوم این کانکیو هم یه اسمی داره که اینا هم بازم برای شما توی همون گروه میزن و ببینید میخوام نمیخوام زیاد توضیح بدم حتی قضیه امروز برای تریک زدنه آموزشی اسکیت بورد نیست که من بخوام از صفر شما رو راه بندازم یعنی این کسی که الان نتونه رایت کنه اسکیتر نیست فعلا باید رایت کردن اصولی رو یاد بگیره یعنی جای پایی که میذاره و مدل پازه و فرم بدن و دست‌ها و فرم صورت که داره جلو نگاه می‌کنه اینا خیلی مهمه برای رایت اینا رو باید حتما بدونه بعد میاد سمت تریک زدن اوکی شیت بازی کردن رم در کوارتر اینا خیلی مهمه بعدش میریم سر تریک زدن اوکی بیسیک ترین تریک مادر همه تریک هاست میشه عالی اوکی شما باید عالی خیلی خوب باشه تا بتونید تریک های بعدی رو خیلی راحت درشون بیارید و بتونید بیارید توی این کلکشن یعنی اضافه کنید به تریکاتون و سعی کنید که عالیتون حتما خوب باشه که بقیه تریکاتون خیلی راحت باشه عالی رو براتون توضیح میدم خب بعد اینکه حتما توی این عالی که من نفاظ میدم و همه جزئیاتش خوش میدم خب که یه عالی خیلی ایدئالی رو بزنید اوکی ما از شما تو این ورکشاپ فقط ایدئال بازی کردن رو می‌کنیم تهیه 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 با کمیت ازتون نمی‌کنم پای جلوتون برای عالی زدن حتما باید پشت این پیچه سه بندنگاش یا چهار بندنگاش باشه و دقیقا عمود روی این خط نوک پاتون نباید از این خط زیاد بزنه بیرون نهایت یک سانت بزنه ولی توی اسکیت بورد هیچ وقت نباید باشه لبه این خط پا صاف صاف پای عقب تو پنجه پاتون پنجه پا میشه زیر شست و انگشت بغلی شانه پاتون دقیقا مرکز تیلو به چپ نه نه باشه وسط وسط اوکی میره سی ایک بورد که میشینید حتما باید دستاتون بیاد کنار پاهاتون اوکی یعنی این فرمی نباید باشه این فرمی نباید فرمش نباید درد باشه شونه تو نباید بدن نباید به عقب خم شه بدن نباید به جلو خم شه دستتون دقیقا باید وسط وسط اسکیت بورد حتی اگه شما یه عقب عقب هم وایسایی وسط اسکیت بورد الان میشه ولی وقتی این بر وایسا الان میشه اوکی یعنی وسطتون رو انگار میندازید روی وسط اسکیت بورد که برای انجام دادن این حرکت حتما باید بشینید و پاپ کنید و بپرید وقتی لند میخوام بکنید حتما برای لند کردن پای جلوتون بر روی این چهار تا پیچ جلو و چهار تا پیچ عقب بیاد و لند شه و بعد لند کردن زانوهاتون حتما باید خم شه برای چی زانوهاتون باید خم شه؟ برای چی؟ برای حفظ تعادل نیست بیشترش به حاده اینه که فشار زیادی به کمرتون و زانوها و پاهاتون نیاد یعنی یه همه خونساشه اگه بخوام خیلی سفت یا ایستاده بیان توی اسکیت بورد باعث میشه همه اون فشار که از اسکیت بورد بیاد و تنش کنه بزنه به سطح فراتون میاد همه این باعث میشه شما بعد یه مدتی دیگه نتونید اسکیت بازی کنید بدنتون دیگه نکشه که اسکیت بازی کنید اوکی تا اینجا کارو فهمیدین پس میریم برای توضیح دادن عالی پای جلو اینجا پای هم اینجا میشه تو اسکیت بورد خیلی اسکیت بورد حتما مستقیم باید پاپ کنید به سمت زمین اوکی نه جهت دار اوکی جهت دار برای زدن پاپ شاوی داره مستقیم دارن زمین برای عالی زدن اوکی میشینی زمین پاپ میکنی تا اسکیت رو میزنی زمین اوکی حتما بعد اینکه پاپ کردی باید از روی سیبو آروم آروم جداشی و پای عقب آروم آروم نسبت به پای جلو بیاد بالاتر و پای جلو رنگ میشه از مد و روی گریپ کشیده میشه تا پشت اسکیت بورد بیاره بالا به این طور تا
این میاره بالا اسکیت بورد، ولی وقتی پای هم بهتون نیاد بالا حتی اگه جلوی اسکیت بورد هم بکشون بگیرید این اجازه نمیده. آره بابا آره بابا پس باید این بلند شده. آره بلند شده این بلند شده دم کن آره بابا ببن ببینید اوکی که استنس زدن لند کردن و روی هوا بودنش چه شکلیه. اوکی اوکی جای پا حتما درست باشه. یه دونه دیگه میزنم. حتما باید بشینید همینجور مثل اوکی. این اسکیت کیه؟ خیلی کج میره اسکیت اشتباه هستی. من به زور این کار رو الان باید تو انجام بدم. فکر میکنم الان بگیدم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که حتما تراکاتون رو تنظیم درست ببندید. یعنی از که دو گذاشتی زمین هولش دادین از که داشت میرم مسیر صاف کنه نه اینکه کج بره. اگه از که دو گذاشتی زمین و هولش دادین بره اگه مسیر رو کج رفت یعنی تراکتون رو یه دونش احتمالا کج داره. همینه اوکی؟ خب من فکرکتون میخوام که پاشین اینا رو تمرین کنید چون قبلا باهاتون کار کردم اینا رو و بهتون گفتم اینجا گرم میکنید یا همونجا میتونید گرم کنید برخواهدون یا همین تون کار رو انجام بدید و بهترین استایلی که میتونید توی عالی بزنید و میزنید بعدش این ویدیو از شما گرفته میشه. حالا یعنی میخوام شما به من نشون بدید نه من به شما. شما میخوام عالیاتون رو به من حالا نشون بدید که چه جوری شد. اوکی؟ حتماً استایل اوکی؟ ایز نمیخوام فقط استایل جای پای لند نشستن فرم دستا و صورت و بدن. ممنون.
love you. تراک هم داریم، پهنای تراک هم یه سایزی داره، مثل 5 5 و 25
یکی همینطوری میره بالا. اینکه هر چی بالاتر بشه باز به ورس نزدیک‌تر بشه، یعنی بازیگر رو نگارم کنه، هر چی کوچیک‌تر بشه استایلش میره سمت بندازه آریان، اون میخواد از روی پله گپ کنه. اگه تو میتونستی از روی پله گپ کنی خیلی بهتر بود اشکان. پاش آریان بسه. ناکو الان تو ویدیویی که داری میگیری این لژ یه گرایند میندازه، اون بر گپ میکنه، یعنی از بالای این پله میاد پایین میپره. اوکی اول چوری که میتونه باشه. اوکی جفتشون با هم میان، آریان روی این لژ گرایند، اشکان روی تقریبا این زودتر از بلند کنه، یعنی تو میتونی دیرتر بیای. اوکی همینه چی شد؟ تو این داره که نمیخواد کیک بزنی، اول با آلیم کن بعد کیک بزنی. اوکی نمیتونی؟ رو میزنی؟ چی شد؟ اشکان اینو گپ میکنه، اونی یکی ها این لجو این بهتر چیز میکنه. که با بودنشون انرژی میدن به اسکیت بورد ایران و توشون بهترین اسکیترها هستن و کنارشون هم کسایی هستن که میخوان بهترین اسکیترهای ایران بشن. تشکر میکنم بابت اینکه اومدیم این ورکشاپو و امیدوارم که به پیشرفت اسکیت بورد ایران بشن. همین که کنار هم هستین باعث میشه که اسکیت راحت‌تر پیشرفت کنه و جذب دادن شما به این مدل اسکیترها بازیاشون رو بهتر میکنه. چرا نمیخوان که شماها جای اینا باشید؟ چون تلاشتون کمتر از اینا. اگه تلاشتون رو یکم بیشتر کنید و وقت بذارید، اینا شاید بتونن بهتر از آریان و اشکان بشن چون سنشون کمتره. با هم دیگه دست به دست هم بدن بازی کنن. اوکی من خودم تیشرت تیمی رو پوشیدم که قبلا توش بازی میکردم و این تیم باعث پیشرفت اسکیترهای ایران شده و همه اسکیترهایی که الان دارید میبینین اینجا دارن بازی میکنن، اگه این تیم نبود هیچ کدومشون نمیدونستن اسکیتبورد چی هست. چون تیمایی که الان تازه شکل گرفته تیمایی هن که تازه یک سال یا دو ساله اومدن روی کار، ولی تیم T60 تیمیه که برای ما تلاش کرده. پس حتما یکی آقای علی انصاری یا مثلا محمد جواد رحیمی این تیم ایران آوردن که بقیه اینا اسکیتر شدن. بقیه تیما هم تلاش کردن و باز هم ساپورت کردن اسکیترها رو، مثل تیمی که کسرا توش بازی می‌کنه.
ممنونم. آره من هیچ مشکلی ندارم. خیلی خوبه. خیلی. 3000 اون گفت. خیلی خوب. میگیره یه لحظه وایسا Pasha, what do you?